توجه شما رو می میکنم به گفتار رضا رئیستانا نقض حقوق بشر در ایران به قدر عمیق و ریشه که به جز اقلیت صاحب قدرت و باندهای وابسته و متحدان امنیتی و نظامیش همه رو در بر میگیره هر بار که مجموع عناوین خبری آخرین هفته حوزه نقض حقوق بشر رو مرور میکنیم قبل از همه با وسعت حوزه های سرکوب روبرو میشیم تو همین هفته اخیر از اعدام و بیدادگری در زندان علیه زندانیان سیاسی تا دستگیری هفتاد زن و مرد در جشن از تبعید یک معلم به خاطر اجرای موسیقی در کلاس و پیگرد و آزار سنی ها و افزایش خشونت علیه زنان و کودکان تا خودسوزی یک دستفروش مریوانی رو در خبرها داشتیم اعتصاب غذای آتنا دائمی در زندان ادامه داره و اسماعیل عبدی معلم زندانی از ده اردی بهش اعتصاب غذاش رو در زندان شروع کرد در همبستگی با او 88 تن از معلمان و فرهنگیان کشور از دوازده تا پونزده اردی بهشت به مدت سه روز اعتصاب غذا کردند. همون بیرفتی انتخابات ریاست جمهوری با حقوق بشر که از زمان ثبت نام نامزدها قابل مشاهده بود از این طریق ادامه پیدا کرده که در فاز رقابت انتخاباتی تا اواخر این هفته هیچ کدوم از موارد برجسته نقض حقوق بشر حتی به محور یارکشی و اتهام و رقابت های انتخاباتی نامزدها علیه هم دیگه تبدیل نشد در واقع یک توافق نانوشته ای انگار صورت گرفته که همه چی بگن و هر اتهامی به هم بزنن هر وعده ای بدن ولی نقض حقوق بشر رو حتی به ابزاری برای رقابت های انتخاباتی علیه هم دیگه تبدیل نکنند علتش خیلی روشنه با اینکه نامزدهای انتخاباتی و اصولا نهادهای انتخاباتی قدرتی ندارند و وظیفه دولت در نظام جمهوری اسلامی اینه که چهره کریه استبداد فقاهتی رو لاپوشانی کنه باز ایفای همین وظیفه هیچ جور با دایه دفاع از حقوق بشر جور در نمیاد این واقعیت که جمهوری اسلامی به شکل اصلاح ناپذیری ناقض حقوق بشره وضعیتی ایجاد کرده که حقوق بشر به اهرامی برای اعمال فشار بر این رژیم از طرف دولت آمریکا و متحدان منطقه ایش تبدیل بشه یعنی رژیم هایی که خودشون هم در نقض حقوق بشر دست کمی از جمهوری اسلامی ندارند با اومدن ترامپ خط بهره برداری از نقض حقوق بشر در ایران در آمریکا تقویت شده و طیف نیروهای ایرانی حامی این خط دارن خودشون رو برای بهره برداری از شرایط آماده میکنن به همین خاطر که شاهدیم این نیروها دارن اختلافاتشون رو کنار میذارن و به هم نزدیک میشن البته کاملا روشنه که دولت آمریکا و متحدان منطقه‌ای و حامیان ایرانیش نمیتونن حقوق بشر رو در ایران نمایندگی کنند. مبارزه علیه نقض حقوق بشر تا الان به شکل‌های مختلف در کشور ما جریان داشته. نهادسازی و ایجاد تشکل‌های مدنی، نافرمانی مدنی در سطوح مختلف و به شیوه‌های متفاوت مقاومت های حماسی زندانیان سیاسی در زندان ها, کمپین ها و کارزارهای موردی بعضی از این شکل ها بودند ولی ما تا الان شاهد جنبش فراگیری که مبارزه علیه همه مظاهر نقض حقوق بشر بخشی از نیاز درونیش به پیشروی باشه نداشتیم این جنبش جنبش بزرگ و سراسری مطالباتی مزد و حقوق بگیران کشوره این نیرو اگه به میدون بیاد این ظرفیت رو ایجاد میکنه که همه های مختلف مبارزه علیه نقض حقوق بشر و هم گره بخوره و سراسری بشه جایگزین اصلی همه نیروهای واقعا مدافع حقوق بشر و آزادی های بی غید و شرط سیاسی در برابر دوگانه نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی و بهره برداری از این مسئله از جانب آمریکا و متحدانش جنبش بزرگ مطالباتی مزد و حقوق بگیران هست همین جنبشه که به خاطر حفظ منافع خودش ناچار در همون قدم اول با همه شکل‌های اصلی نقض حقوق بشر در حق اکثریت بزرگ جامعه که محرومان خاموش و بی صدای نقض حقوق بشر هستند به میدون میاد و جلوش بیسته و درست به همین جهت مدافع پیگیر آزادی های سیاسی بنیادی میتونه باشه بنابراین اگه واقعا دنبال راهی برای بیرون آمدن از تونل سیاه وحشت و سرکوب و نقض مستمر حقوق بشر هستیم هر قدر که میتونیم جریان مطالب خواهی لایه های مختلف مزد و حقوق بگیران رو مورد حمایت قرار بدیم مطمئن ترین راه برای نجات از جهنم سرکوب و دستیابی واقعی به حقوق شهروندی همینه